میهن من، ای فدایت تان بکن من، پرفهار تر از سر گوهر، خود بار که تو بطن من، سرفراز باشی میهن من، ای فدایت تان بکن من، پرفهار تر از سر گوهر، خود بار که تو بطن من. سلام مخصوص بر بینندگان محترم. بسم الله الرحمن الرحیم. امیدوارم که هفته گذشته خیلی خوب بود براتون و انشالله هفته آینده بهتر از هفته قبل باشه و ما امیدواریم در آغوش گرم خانواده خودتون با یک استکان چای و یا یک فنجان قهوه تشریف آوردید و اطلاعات و پیشنهادها و راهنمایی خودتون رو با ما در میان میگذارید که بقیه بینندگان محترم ازش استفاده بتونن بکنن. هر روزی که میگذره به علت اینکه تمام این کره خاکی دیگه به هم تقریبا چسبیده، مثل زمانه قدیم نیستش که اتفاق یه جا بیفته. تازه زمانه قدیم هم زمان هخامنشی و داریوش و بقیه افرادی که پارس رو اداره میکردن و به نام امپراتوری پارس خونده میشد، اونا هم در حدود دو روز طول نمیکشید خبر از یک نقطه امپراتوری به جای دیگه میرسوندن. این مال 2000 سال پیشه، 3000 سال پیشه. حالا چه برسی حالا که دیگه همه چیز به هم وصل شده و تا یه خبری میشه سریع همه راجع به این میدونن و راجع بهش میشنون و اظهار نظر میکنن و بعضی وقتا یکوی انقدر این اخبار، انقدر این اتفاقات، انقدر این حادثه هایی که داره اتفاق میفته انقدر زیاد هست و انقدر عمیق هست و انقدر دیگه یکی دوتا نیست که بعضی ها رو افسرده میکنه، بعضی ها رو ناراحت میکنه که میگه ای وای چرا اینطور شد، چرا اونطور شد. و فعلا خب اینطوری هستش دیگه، فعلا این فصل کشت و کشتار مسلمان های دنیا آزاده برای همه و فرق نمیکنه کجا باشید، آسیا باشه، آفریقا باشه، امریکا باشه، هر جای دنیا باشه، هر محلی باشه، این اتفاقات داره میفته و این آخرین چیزی هم که اتفاق افتاده در یک کشوری به نام نیجر، 600 نفر یه جا اومدن کشتن و این کشت و کشتار حالا به دست کی افتاد شده یا نشده، خب بالاخره 600 نفر کشتن کار سالی که نیست، 600 نفر یکی دوتا نیستش که این کشتن. به هر حال دیگه به جایی رسیده که اشباه شدن، تمام دنیا دیگه اشباه شده از این حرکات خیلی خیلی وحشیانه
کشتار و این دو راه بیشتر نداره، یا یه راهی که یک پیچ شدیدی خواهد بود به طرف جنگ همگانی، یا یک پیچ ملایمی به طرف صلح و آرامش. و ما امیدواریم که صلح و آرامش در پیش باشه، ولی به قول بعضی ها گفتنی ما زیاد چشممون آب نمیخوره که آیا واقعا این خواهد شد یا نه، چون یه عده خیلی قلیلی تو این دنیا حاضر نیستند رضایت بدن، حاضر نیستند را بیان با بقیه، حاضر نیستن به هیچ وجه قبول بکنن که این ادعایی که دارن امکانن درست نیست، به جا نیست، ادعایی که دارن به چیز هوا هست. مثلا اون افرادی که در امریکا زندگی میکردن قبل از اینکه بقیه بیان برسن اینجا، بهشون اینجا سرخپوست میگفتن، به حال اینکه اینا افرادی بودن که چندین هزار سال پیش از یه طریقی خودشون رو به این قاره رسونده بودن و یک قوم‌های مختلفی بودن و با کمال آرامش و آسایش با طبیعت زندگی میکردن، تابستونها رو تابستونی میرفتن، ییلاق و قشلاق داشتن. این خیلی جالب بود که اون زمان چطور مثلا این قبیله ها در شمال که زندگی میکردن برف اون چیزی که میومدن پایین تر که هوا معتدل تر بود و اینها از لحاظ مصرف انرژی اینقدر این کره زمین رو تحت تاثیر قرار نمیدادن که با مصرف زیاد انرژی چه خودشون رو گرم کنن چه در تابستون خودشون رو سرد بکنن. و البته خب اینها امکان پذیر بود و سیستمی داشتن که این چادر داشتن، همه دیگه تو چادر نشین بودن، اینا چادراشون رو ور می داشتن می اومدن برای ییلاق، تابستونا می رفتن شمال، قشلاق، زمستونا می اومدن جنوب و این حرکت ادامه داشت. و خب بالاخره پیشرفت یا گسترش یا هرچی اسمشو هر کس میخواد بذاره، اینها همه قلقم شدن، همه از بین رفتن. تعداد خیلی محدودی هستن که در بعضی جاها زندگی میکنن و اوضاعشون هم زیاد خوب نیست، خیلی افراد بی سواد و خیلی تحت تاثیر مواد الکلی یا مخدره هستن و اون حالت و اون رشادتی رو که اون زمانها داشتن و در طبیعت و طبیعت زندگی میکردن حالا دیگه اونطوری نیست. و تعدادی هم هستن، حالا منم در تمام آمریکا چند صد هزار نفر هستن یا یک میلیون یا دو میلیون نفر هستن، به این چیز میشه که اینا یه روز بیان ادعا کنن که آقا ما از اون اول اینجا بودیم. خب راست هم میگن اینجا بودن، هیچ کس هم نمیتونه بگه نبودن. بعد میتونن ادعا بکنن که بله شما اومدید ما رو قلقم کردید و سرمون کلا گذاشتید و فلان کردید، بهمان کردید، حالا 350 میلیون جمعیتی که تو امریکا داره زندگی میکنه برای اینکه این زمین ها همش مال ما بوده، همش بر اختیار ما بوده، به زور و به دفچشی حق بازی اینا رو از دست ما کشیدید بیرون و بین خودتون هم تقسیم کردید، تازه بعدم بین خودتون تقسیم کردید هیچی، بعد بین خودتون هی خرید و فروش کردید، خرید و فروش کردید، این زمینی که مال پدر بزرگ من بوده حالا اینجا اسمش هست ویرجینیا و توش 5 میلیون 10 میلیون جمعیت توش زندگی میکنه و اینا و حق مالکیت میگن این مال منه، این من خریدم، اسمم روی سند هست و فلان هست و بمانه. حالا اینو برگردونیم به یک منطقه در خاورمیانه که فلسطین اسمش هست. خب 2000 سال پیش در فلسطین کی زندگی میکرده؟ افرادی که فلسطینی بودن. یه عده دین اسلام قبول کردن بعد از ظهور اسلام 1400 سال پیش، 1500 سال پیش. قبل از اون 2000 سال پیش دین مسیح
قبول کردن یه عده. قبل از اون حضرت موسی بودن و دین حضرت موسی رو قبول کردن. بعد از این مدت که شده و فلان شده و بهمان شده، حالا به شدت یک کشمکشی هستش که اصلا یعنی هیچ جور نمیشه آدم سر ته قضیه رو بیاره بتونه وصل کنه که ببینی واقعا کی چی میخواد. در یه جلسه بودیم چند روز پیشا و یه دوی صحبت میکردن و بالاخره هر کس از طرف خودش صحبت میکرد و فلان. از یه نفر که اونجا جزء سخنگوها بودن ما پرسیدیم که صدای ما داره برگشت میکنه. بله، ما پرسیدیم که این تعداد جمعیت در حال حاضر یهودیان دنیا چند نفر هستند؟ و خیلی ببخشید صدای ما داره بر میگرده اینجا. من بلد نیستم این کارو بود. بله، به هر حال این همین الان شروع شد، قبلا نبودی تو. مرسی. بله، حالا خیلی بهتر شد. سوال شد که در حال حاضر تعداد یهودیان دنیا چند نفر هستند. من فکر کردم این سخنگو گفتن 80 میلیون، و کسی که بغل دست من نشسته بود گفت نه، ایشون گفتن 18 میلیون. بعد من گفتم آخر این 18 میلیون از زمان حضرت موسی تا حالا 4000 ساله و از این 12 رشته بنی اسرائیل که اولادهای حضرت یعقوب بودن، چطور امکان داره تا حالا فقط 18 میلیون باشن؟ و این رفیق ما گفتش که آخه 6 میلیون شده این افراد آلمانی های ناسی ها اونا کشتن. گفتم خب با همه اینم اگر اینطوری باشه به نظر خیلی بعید میاد که چطور امکان داره از زمان حضرت موسی تا حالا این تعداد در این تعداد مونده باشه. در ضمن ما با رفیق مسلمانی خودمون سخنگو هم گفت بله، علت اینم که هست این تعداد کم هست این هستش که ما هیچ